مریم، یکی از کسانی که شاید از ابتدای فرمان ارتداد، فتوایی که آیت الله خمینی صادر کرد، درگیر این ماجرا بوده، عطا الله ماجرانیه، کسی که کتابی در مورد این نوشت و الان هم توییتیت کرده اخیراً و راجع به کتابش و به قول خودش تبیین فتوای خمینی نوشته. دقیقا همینطوره نیوشا، ما در شمال لندن هستیم، در محله‌ای که خانواده عطالله مهاجرانی در این منطقه زندگی میکنن. این رو بگم که من و بقیه همکاران امروز در طول ساعت گذشته تلاش کردیم که با خود آقای مهاجرانی صحبت بکنیم، در مورد مواضعشون نظر خودشون رو بدونیم، که خب ایشون پاسخی ازشون دریافت نکردیم. ولی در همین رشته توییتی که تو بهش اشاره کردی، آقای مهاجرانی به شکل واضحی دفاع میکنه از این اقدام، در واقع حمله به سلمان رشدی، میگه که او کتابی رو نوشته، خودش این کتاب رو نقد مینامه و میگه چون اولین کتابی بوده که نوشته در مورد رمان آیات شیطانی، حق و تالیفی هم که گرفته گوارا و شیرین بوده و میگه کتاب 30 بار تجدید چاپ شده، به زودی دوباره در ایران منتشر میشه. او اشاره میکنه که سال 76 هم وقتی که یکی از مقامات از او پرسیده که آیا خودش اگر سلمان رشدی رو ببینه حاضره که او رو به قتل برسونه، میگه کار من تبیین فتوای روح الله خمینی بوده، بقیه کار با شما، و میگه که گفتم نه من این کار رو نمیکنم، بقیه کار با شما. و به نظر میرسه که همچنان اشاره میکنه به فتوا، دفاع میکنه از فتوا، دفاع میکنه از کتابی که نوشته. و بعد در ادامه به نظر میرسه که خودش هم از مسئولیت حقوقی که متوجه شخص او هست، به دلیل اینکه سالها در بریتانیا زندگی میکنه، آگاه هست. برای اینکه در انتهای رشته توییت خودش اشاره میکنه به اینکه حمله به سلمان رشدی نقمه کتاب او و فتوای روح الله خمینی رو دوباره مشخص کرده و میگه که اگر در دادگاهی در لندن بخواد که به این موضوع رسیدگی بکنه، این به گفته خودش اون رو یک فرصت طلایی میدونه و میگه که در دادگاه حاضر میشم. آخرین نکته که میخوام اشاره بکنم، با توجه به این حمایت او از این اقدام تروریستی، بحثی در بین حقوقدانان در بریتانیا مطرحه که امکان اخراج او در بریتانیا وجود داره، از بریتانیا وجود داره، یا خیر این بحث مطرح است. ممنونم از تو همکارم مریم مقدم از شما مال لندن با ما.